بولت میگه تکرار کردن دشوارتر از هر چیزیه. پسر باد ما عالی بود تو المپیک، ولی گفتیم که تکرار سخت‌ترین کاره. حسن تفتیان رکورددار 200 متر ایران، کسی که تو ورلد چالش اسپانیا حتی 10.04 رو هم دوید، 10 ثانیه و 4 صدم ثانیه. رکورد ملی هم که دست خودشه، 10 ثانیه و 10 صدم ثانیه، که تونست با این عدد رکورد رضا قاسمی نماینده دیگمون تو المپیکو بزنه. تفتیان 100 متر مقدماتی المپیکو اینجوری طی کرد. ده ثانیه و 17 صدم ثانیه، نفر سوم گروه خودش. همه ما منتظر بودیم تا ببینیم رکوردش یکی از 8 نفر برتر هست یا نه، که بود. و تفتیان رفت به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها، یه اتفاق خوب برای دو سرعت ما. اما نیمه نهایی اینجا تو استادیوم شلوغ، خیلی شلوغ المپیک. خب بچه المپیک یه روز عجیب و غریب خودش، این بر ورودی خبرنگارا چه بگوی، چه استقبال عجیبی شده، در حالی که ساعت هم بهتون نشون بدم ساعت 7:30 و تازه 9 شب مسابقات مقدماتی سرتیپ شروع میشه. اینقدر غلغل است تمام خیابان‌های اطرافم بستن شد. یکی از بزرگترین اتفاقای المپیک 2016 بدون تردید امروز اینجا فینال 200 متر. این همه آدم اومدن اینجا تا چند تا 10 ثانیه رو تجربه کنن، سریع ترین 100 مترای عمرشون رو با نگاه طی کنن. اما وقتی اونا دارن نگاه میکنن، ورزشکارا گام میزنن با تمام توان برای جنگیدن با ثانیه ها. تفتیان نیمه نهاییش تو المپیکو اینجوری دوید. شاید اتفاق تازه‌ای افتاده و خیلی انتظار نداشتم، ولی من انتظارم از خودم خیلی بیشتر بود. نمیدونم اگه مشکلی بوده تقصیر من هست، ولی باور کن توی این مدت هیچ کم نذاشته بودم، کاری که باید انجام دادم انجام دادم، ولی خب نشد دیگه. شرمنده ام که نتونستم بیام به فینال. 10:23 تکرار کردن دشوارتر از هر چیزیه. من قبلا هم گفته بودم دوست دارم وقتی از خط رد میشم نگم دوباره الان یه صدمه دیگه هم بودم که حالا یه کارهای جبران کنم. واقعا اینجور نبود، یعنی هر کاری که باید انجام میدادم انجام دادم، ولی خب مثل اینکه باید تلاشم و تمرینم و همه چیزو چند برابر. خسته نباشید به حسن تفتیان، امیدواریم یه روزی رکوردش بیاد زیر 10. اما آقای سرعت که مقدماتی ریو رو اینطوری دوید. بهش دقت کنید، مترای آخر رو نمیدوه اصلا، انگار شل میدوه. بسش همون چند تا گام ابتدایی که فشار میاره، میاد و از همه رد میشه، مثل بادی که رد شده و یه خونکی رو صورت بقیه جا گذاشته. این خونکی اما تو فینال تبدیل به یه گرمای عجیب شد. یه بار دیگه فینال 200 متر المپیک. ببینید وارد پیست که میشه جوور میگه. تماشاگرها اومدن این 10 ثانیه رو با بولت ببینن. و حالا سکوت برای پر سر و صدا ترین 10 ثانیه دنیا. تکرار کردن دشوارتر از هر چیزیه، اما انگار نه برای این جامائیکایی. یه طلای المپیک دیگه، خوشحالی های همیشگی. فجاستین گاسلینی که بازم برای کسب مقام دوم اول شد. پدر بولت میگه سیب زمینی های جامائیکایی باعث شده پسرش اینطوری بشه. شاید یکم سیب زمینی،
یه عالم استعداد و یه دنیا تلاش. تکرار کردن دشوارتر از هر چیزیه. تکرار یکی مثل بولت تو دنیای ورزش. بعد از المپیک یه مدت استراحت کردیم و از دهم مهر ماه تمریناتمو شروع کردم. از دهم آبان ماه زیر نظر فدراسیون در اردوهای تیم ملی حضور داشتم، در مجموعه آکادمی ملی المپیک. فعلا در تهران تمرین میکنم و انشالله بعد از مشخص شدن تکلیف مربیمون در اردوهای خارج از کشور هم شرکت خواهم کرد. به مربی گفتم صحبتش رو شنیدین، مربی خارجی قراره با تمرین بکنه، حالا اینکه کجا تمرین کنید چجوری هم توضیح میدی، اصلا به نچه رسیده یا نه؟ بله خدا رو شکر تونستیم بعد از مذاکرات زیادی که داشتیم یه گزینه خیلی خوب رو انتخاب کنیم از کشور فرانسه، آقای عثمان گال. C'est parti avec un bon départ de Pérez et Clark Everton. Clark et Pérez. Pérez, je crois pas Clark sur le fil. En 6.54. Ouais. Ah, ça a été plus vite quand même. سلام، سال نو رو تبریک میگم به همه مردم خوب کشورم. واسه تون آرزوی سلامتی و بهترین ها رو دارم. اوکی کوچ، بادی. سال نو مبارک به مردم ایران. سال کوبی داشته باشید. مرسی. Il est surpris, finaliste olympique, a choisi la France et particulièrement un entraîneur emblématique, Guillaume Tanon, pour donner un nouvel élan à sa carrière. Signe du destin, à Rio, l'Iranien avait couru dans la même demi-finale que Jimmy Vico au mal. Allez! De nouvelles méthodes d'entraînement, Kassan encaisse, okay. Sans broncher. باز هم سعید ترین مرد ایران قهرمان شد. حسن هم مسابقه هست بگو. مسابقه شرایط خوب بود، حالا رکورد خوبی رو زدم و فردا انشالله بریم فرانسه آماده شیم خوب تمرین کنیم واسه کشور اسلام. We'll be right back.
مسابقه خیلی خوبی بود و خیلی سخت بود. خب این اولین بار بود که مسابقات نیمه داخل سالون توی فصل تابستون برگزار میشه، ولی خب توی این مدت تمرینات که کرده بودیم خدا رو شکر جواب داد، تونستیم مزد زحمتامون رو بگیریم. Great performance from this man to make it into the final, Hassan Taptian. And if you weren't with us earlier on, he was disqualified. The world record was given to Lee McRae. He finished second. That was 6.5. Coleman gets that superbly well, so does Subin Chan. But it's Coleman now and Ronnie Baker. Coleman's coming away, Baker's chasing him. Coleman wins it! سلام خدمت تک تک شما عزیزان. خب به هر حال مسابقات جهانی هم تموم شد و باید تشکر کنم از همه کسایی که به من کمک کردن و زحمت کشیدن برای این اتفاق تاریخی و این نتیجه ارزشمند در مسابقات جهانی، و باید از همه تون هم تشکر کنم به خاطر حمایت هاتون و تک تک پیام های تبریکی که خیلی خیلی برای من ارزشمنده و باعث میشه که من خیلی انگیزه بگیرم و انرژی بگیرم. به احترام این قهرمان و این قهرمانی، سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در این سالن چنین انداز شد. Please respect the national anthem of Iran. تو بوسه میزنم، عشق تو در روحت زنم، نامت همیشه برقرار، ایران من ای وطنم، پرچم پر غرور تو تا عرش دنیا میکشم، تا سرپناه من تویی، لبریز این آرامشم.